بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما دانش آموزان عزیز. ما توی این جلسه پایستگی انرژی مکانیکی رو تموم میکنیم. 4 تا سوال خیلی خوب توی این جلسه حل میکنیم و چون توی جلسات بعدی ما بحث اتلاف رو اضافه خواهیم کرد، سوالاتی که اونجا حل میکنیم تقریبا شبیه همین سوالات هستند، فقط بحث اتلاف بهشون اضافه شده. بنابراین خیلی با دقت این جلسه رو نگاه بکنید و این 4 تا سوال رو یاد بگیرید. سوال 79. وزنه ای به جرم M به میله سبکی به طول L متصل است. اگر میله را از وضعیت قائم آن رها کنیم، تندی جسم در نقطه B را به دست آورید. مقاومت هوا رو گفته نادیده بگیریم. G 10 هست و رادیکال 2 هم گفته تقریبا 1.4 بگیرید. خب این جسم ما از نقطه A رها میشه و میرسه به نقطه B. تندیش رو توی نقطه B میخوایم. میلمونم سبکه، خیلی اثرگذار توی مسئلمون نیستش، باش کاری نداریم. این جسممون این مسیر رو طی کرده. خب چون مقاومت هوا رو نادیده گرفتیم، ما میتونیم قضیه پایستگی انرژی مکانیکی رو بنویسیم. یعنی ای جسم در نقطه A با ای جسم در نقطه B برابر خواهد بود. نه تنها این دوتا نقطه انرژی مکانیکی ما یکسانه، در تمام نقاط مسیر هم انرژی مکانیکی پایسته است، چون مقاومت هوا و نیروهای اتلافی رو نادیده گرفتیم. بچه ای آ میشه کای آ به علاوه یو آ، ای بی هم میشه کای بی به علاوه یو بی. خب ما برای اینکه یو رو به دست بیاریم، یعنی ام جی هاش رو به دست بیاریم، باید یک مبدا پتانسیل انتخاب بکنیم. یکی میگه که این پایین رو من میگیرم مبدا پتانسیل، هیچ اشکالی نداره، میتونید بگیرید. ما باید جایی رو مبدا پتانسیل بگیریم که اون اعدادش رو داشته باشیم. مثلا پایین تر از اینم میشه گرفت، ولی خب این قسمت رو ما مقدارش رو نداریم. یک حالتش اینه همین پایین ترین قسمت رو بگیریم که اعداد مربوط به شکل رو برای ما مشخص کرده. بهتر از اون اینه که محلی که نقطه جسم ما تو نقطه B هست، این نقطه B رو اینجا رو بگیریم مبدا پتانسیل، چون خیلی از محاسباتمون راحت تر میشه. بیشتر وقتا خوبه پایین ترین نقطه‌ای که جسم قرار داده رو به عنوان مبدا پتانسیل انتخاب بکنیم. خب بچه‌ها یو بی چقدره؟ یو بی که اینجا داریم قبول دارید صفره دیگه. چرا؟ چون دقیقاً رو مبدا قرار داره، ارتفاعش صفره، ام جی هاشش صفر میشه، پس یو بی ما صفر خواهد بود. جسم ما از نقطه آ رها شده. رها شده یعنی تندی اولیه نداره. یعنی چی؟ یعنی کا هم نداره، یعنی کای آی ما هم صفر هست. من برای اینکه یو آ رو محاسبه بکنم، باید ارتفاع نقطه آ از مبدا پتانسیل رو داشته باشم. طول میله ما ال هست، یعنی از اینجا تا اینجا رو دارم، ولی از اینجا تا اینجا رو ندارم که بتونم بگم جسم آ در چه ارتفاعی قرار گرفته. من از این مثلث استفاده میکنم و این ایکس رو پیدا میکنم. بچه ها قبول دارید این همون میله ما هست دیگه، فقط اومده به سمت پایین، پس اینجا ال خواهد بود بترمون و ما این ایکس رو باید پیدا بکنیم. ایکس ما مجاور 45، پس برای به دست آوردنش از چه نسبتی استفاده میکنم؟ کوسینوس. میگم کوسینوس 45 درجه برابر است با مجاور به وتر، یعنی ایکس به روی ال. کوسینوس 45 درجه رادیکال 2/2 هست، اینم که ایکس به روی ال. ایکس رو به دست میاریم. رادیکال 2 رو گفته 1.4 بگیرید. 1.4 تقسیم بر 2 میشه 0.7. 0.7 ضرب در ال میشه 0.7 ال. پس ایکس رو به دست آوردیم 0.7 ال. بچه ها نقطه آ در چه ارتفاعی قرار گرفته؟ ال به علاوه 0.7 ال، یعنی 1.7 ال. پس ارتفاع جسم اون در نقطه آ 1.7 ال خواهد بود که ازش میخوام استفاده بکنم. یو آ میشه ام جی هاش، ام جی هاش آ. کای بی هم میشه 1/2 ام وی بی به توان 2. این دوتا جرم با هم ساده میشن.
خود سوال همین جر رو عددش رو به ما نداده. جی رو گفته 10 بگیریم، حاشیه ها هم پیدا کردیم 1.7 ال برابر است با 1/2 وی بی به توان 2. این میشه 17 ال ضرب در 2 میشه 34 ال وی بی به توان 2. حالا جذر میگیرم ازش، وی بی میشه رادیکال 34 ال. جواب مسئله ما خواهد بود. بریم سراغ سوال 80. جسمی به جرم 200 گرم از نقطه آ با تندی 4 متر بر ثانیه پرتاب می شود و وارد یک مسیر دایره‌ای می شود. تندی جسم در نقاط B و C را به دست آورید. خب ما برای اینکه این سوال رو حل کنیم باید از قضیه پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم که بحث اصطکاک هم اینجا گفته نادیده بگیرید. پس ما مجاز هستیم که اصل پایستگی انرژی مکانیکی رو بنویسیم. یعنی اگه تندی B رو میخوام باید بنویسم EA مساویه با EB. EA مساویه با EB. چون انرژی مکانیکی در تمام نقاط مسیر پایسته است و یک عدد هست، پس EA مساویه EB. EA میشه کای A به علاوه UA. EB هم میشه کای B به علاوه UAB. کای A داریم، چرا؟ چون با تندی پرتاب شده، میشه 1/2 اممون هم هست 2/10 وی به توان 2 یعنی 4 به توان 2. به علاوه یو آ هم داریم چون جسممون ارتفاع داره، ارتفاعش هم 6 هست، میشه 2/10 ضرب در 10 ضرب در ارتفاعش که 6 هست ام جی هاش برابر است با کای بی. جاگذاری میکنیم 1/2 وی بی به توان 2. برای به دست آوردن یو بی که میخوایم ام جی هاش بنویسیم نیاز به ارتفاع جسم در نقطه بی خواهیم داشت. خب بچه این یک دایره است، اینم شعاعه، شعاع دایره در تمام نقاط دایره خب یکسان مشخصه دیگه. وقتی این شعاع ما اینجا 2 متره اینجا هم 2 متر خواهد بود، بنابراین این جسم ما در نقطه B ارتفاعش 2 متر خواهد بود. پس میشه 2/10 M G 10 هاش هم 2 متر خواهد بود. خب این میشه 1/10 ضرب در 16 1.6، اینم میشه 2 ضرب در 6 12، 1/2 2/10 1/10 وی بی به توان 2 به علاوه اینم میشه 4. این میشه 13.6 منهای 4 میشه 9.6 برابر با 1/10 وی بی به توان 2. وی بی به توان 2 میشه 9.6 تقسیم بر 1/10 میشه 96 که ازش جذر بگیریم وی بی به دست میاد رادیکال 96 متر بر ثانیه. این از تندی جسم در نقطه بی. اما بریم سراغ تندی جسم در نقطه سی. همونطور که نیاز شد ارتفاع جسم تو نقطه B رو پیدا کنیم، برای C هم نیازه که ارتفاعش رو پیدا بکنیم. ارتفاع C رو چیکار کنیم؟ تا اینجاشو که داریم باید این قسمت رو پیدا بکنیم، فقط این قسمت باید برای ما به دست بیاد تا بتونیم کل این ارتفاع رو، ارتفاع نقطه C رو که اینجا هست مشخص کنیم. اینجا 2 متره، اینجا رو هم باید پیدا کنیم. اگه دقت کنید اینجا یک مثلث داریم که اینجا 37ه، اینم هم همون شعاع ماه که 2 متر هست. من دنبال این x هستم. x مقابل 37 درجه است. از چه نسبتی استفاده میکنم؟ سینوس. میگم سینوس 37 درجه برابر است با x، یعنی مقابل به وتر، یعنی 2. سینوس 37 هم خودش داده 6/10 برابر با x/2، x ما برابر است با 1/2، 1/2 با این 2 جمع بشه، اینجا پس به دست اومد 1/2 با این 2 جمع بشه میشه 3/2. ارتفاع نقطه C رو هم محاسبه کردیم. خب دقت کنید من یک بار دیگه میخوام از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنم. EA برابر است با EC. این بار میخوام در مورد C اطلاعاتی رو به دست بیارم. EA مساوی EC. EA میشه کای A به علاوه
یو آ، ای سی هم میشه کای سی به علاوه یو سی. خب این دوتا رو که با هم به دست آوردیم، یعنی ای آ رو توی قسمت قبلی به دست آوردیم، شد 13.6. دیگه دوباره کاری نمی کنیم حل کنیم. کای سی میشه 1/2 ام، یعنی 2/10 ضرب در وی سی به توان 2 به علاوه یو سی مون چی؟ ام جی هاش باید بنویسیم، هاشش هم پیدا کردیم، ام مون هست 2/10 ضرب در 10 ضرب در ارتفاع مونم 3.2 به دست اومده. خب یه ساده سازی انجام بدیم، این میشه 1/10 وی سی به توان 2، اینم میشه 6.8. 13.6 منهای 6.8 میشه 6.8، که 6.8 تقسیم بر 1/10 بشه میشه 68، و در واقع وی سی ما رادیکال 68 متر بر ثانیه به دست میاد. بریم یه سوال خیلی خوب رو حل کنیم. سوال 81، جسمی به جرم 200 گرم با تندی 2 متر بر ثانیه از نقطه آ پرتاب می شود و در طرف دیگر مطابق شکل فنر را حداکثر تا نقطه سی فشرده می کند. با فرض نادیده گرفتن اصطکاک، تندی جسم در لحظه رسیدن به فنر، اینجا رو من خودم نامگذاری میکنم نقطه B، در لحظه ای که جسم به فنر میخواد برخورد بکنه تندی رو خواستیم. توی قسمت B هم حد اکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند جول است. خب بریم فعلا قسمت الف. ما برای اینکه حل سوالمون راحت باشه مبدأ پتانسیلمون رو کجا بگیریم بهتره؟ نظرتون چیه؟ یکی میگه آقا ما اصلا کاری نداریم، این مبدأ رو هم دوست نداریم عوض کنیم، همون زمینی که اینجا هست، سطح افقی که داریم، اینجا رو میگیریم مبدأ پتانسیل رو، دیگه خیالمون راحته، خیلی اذیت نکنید ما رو. ولی خب خودتون میبینید وقتی که ما الان مبدأ رو عوض میکنیم میاریم بالا، محاسباتمون راحت تر میشه، ولی باز اصراری نداریم، هر جوری که راحت تر حل میکنید. من اگر مبدأ پتانسیل رو دقیقاً این پایین بگیرم، یعنی پایین ترین نقطه‌ای که جسم در نهایت به اونجا میرسه، میتونم مسئله‌م رو راحت تر حل بکنم، محاسباتم راحت تر میشه، چون جسم من در این ارتفاع، در این مبدأ پتانسیل ارتفاعی نداره و طبیعتاً انرژی پتانسیل گرانشی هم نداره، بنابراین کار من راحت تر میشه. ولی باز با خودتونه، میتونستیم این پایین بگیریم. من بالا میگیرم که به هر حال تغییر مبدأ رو هم باهاش بیشتر آشنا بشید. مبدأ پتانسیل گرانشیمون، محل جسم در این سمت رو به عنوان مبدأ انتخاب کردیم. خب ما برای این که بتونیم تندی جسم در لحظه برخورد با فنر رو به دست بیاریم، باید بنویسیم ای آ مساویه با ای بی، یعنی انرژی مکانیکی جسم در نقطه آ برابر است با انرژی مکانیکی جسم در نقطه بی. ببینید ای آ مساویه با ای بی. ای آ شامل چه انرژی هایی هست؟ انرژی پتانسیل به علاوه جنبشی، کای آ به علاوه یو آ. در نقطه بی چه انرژی هایی داریم؟ هنوز به فنر نخورده ها، دقت بکنید، هنوز به فنر نخورده که ما انرژی پتانسیل کشسانی داشته باشیم. فعلا فقط وقتی میرسه اینجا میتونیم یو داشته باشیم و کا، یو گرانشی و کای در واقع انرژی جنبشی. خب جاگذاری میکنیم، کای آمون هست 1/2 اممون، اممون 2/10 هست، 200 تقسیم بر 1000 که میشه 2/10. تندیمون 2/2 یعنی 4 هست، به علاوه یو آ. ارتفاع جسم در نقطه آ چقدره؟ 5/2. این ارتفاع برای ما مهمه. ما مبدأ پتانسیل گرانشیمون رو اینجا گرفتیم، 5/2. این 5/2 میشه 3 ارتفاع ما، پس میشه ام جی هاش، اممون 2/10، جی 10
هاشمون هم 3 برابر با کای بی. کای بی 1/2 ام 2/10 وی بی به توان 2. بچه ها قبول دارید وی بی صفره دیگه؟ چرا؟ چون جسم رسیده به مبدأ پتانسیل، به مبدأ پتانسیل گرانشی و در واقع ارتفاعی صفره. ارتفاع که صفر باشه یو ما صفر خواهد بود. این میشه 4/6 برابر با 1/2 این میشه 1/10 وی بی به توان 2. 6 و 4 میشه 10. 10 تقسیم بر 1/10 میشه 100 و وی بی ما 10 متر بر ثانیه به دست میاد. و اما بریم سراغ قسمت ب. برای قسمت ب کافیه انرژی پتانسیل، عذر میخوام، انرژی مکانیکی رو در نقطه آ برابر بذاریم با انرژی مکانیکیمون در نقطه سی، یعنی ای آ برابر با ای سی. ای آمون شامل چه انرژی هایی هست؟ کای آ، یو آ. جسممون وقتی که فنر رو به طور کامل فشرده کرده، یعنی چی؟ وقتی میگه حد اکثر فشردگی، اگه اینجا تندی داشت بازم فشرده میکرد دیگه، این جسم ما با تندی میمد، با سرعت میمد، بیشتر فشرده میکرد. الان که گفته حد اکثر فشردگی، یعنی بیشتر از این دیگه فشرده نکرده، اینجا این جسم ما ایستاده و تندی جسم ما در نقطه سی صفر هست. پس من اگر این رو بنویسم کایسی، کایسی ما صفر خواهد بود. به علاوه اینجا تو این نقطه جسم ما چه ارتفاعی داره؟ ارتفاعش صفره، چون دقیقا روی مبدأ پتانسیل گرانشی قرار گرفته. پس یو سی ما هم صفر میشه. منتها وقتی فنر رو فشرده کرده انرژی پتانسیل کشسانی هم داریم، یعنی پتانسیل ما اینجا از دو جور انرژی پتانسیل تشکیل شده. یک جور انرژی پتانسیل گرانشی به واسطه ارتفاعش، البته چون ما اینجا مبدأ رو گرفتیم ارتفاعش صفر شد، اگه مبدأ رو پایین می‌گرفتیم طبیعتا ارتفاع هم داشت، ولی به واسطه ارتفاعش انرژی پتانسیل گرانشی داره و به واسطه فشرده شدن فنر هم انرژی پتانسیل کشسانی داره. یعنی ما اینجا یو ای داریم، یو ای در نقطه سی، یو ای در نقطه سی. کای آ به علاوه یو آ رو قبلا پیدا کردیم دیگه، نمیخواد حساب بکنیم. 4/6 که میشد همون 10، اینجا هم که اینا صفر شد، یو ای سی ما هم 10 جول به دست خواهد اومد. سوال 82. توسط نیروی F که به جسم وارد می‌کنیم فنر را فشرده می‌کنیم. در وضعیتی که انرژی پتانسیل کشسانی سامانه جسم فنر 5 جول است، نیروی F را حذف می‌کنیم. تندی جسم در لحظه جدا شدن جسم از فنر چند متر بر ثانیه است؟ گفته استکاک رو نادیده بگیرید. پس می‌تونیم از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم. جسم رو در وضعیتی که فنر رو فشرده کرده و در اون لحظه انرژی پتانسیلمون 5 جول هست، وضعیت آ میگیرم. در لحظه ای که این نیرو رو برداشتیم و جسم از فنر جدا شده در نهایت و شروع به حرکت کرده، رو وضعیت بی میگیرم. بچه ها قبول دارید این جسم ما انرژی مکانیکیش پایسته است؟ به خاطر اینکه اصطکاک نداریم، انرژی مکانیکیش در وضعیت آ با انرژی مکانیکیش در وضعیت B باید یکسان باشه طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی. پس ای آ مساویه با ای بی. ما باید ببینیم که ای آ شامل چه انرژی هایی هست. خب سطح افقی رو به عنوان مبدأ پتانسیل میگیرم، پتانسیل گرانشی میگیرم. جسم من در وقتی که وضعیت آ قرار داره انرژی پتانسیل گرانشیش قبول دارید صفره؟ یعنی یو آی ما صفر خواهد بود. وقتی که این نیرو رو ما اینجا قرار دادیم باعث شده این جسم این فنر رو فشرده کنه، تو همین وضعیت جسم داره حرکت میکنه؟ نه، جسم چون ساکنه انرژی جنبشی هم نداره.
ولی یه انرژی ذخیره شده داریم که انرژی پتانسیل کش ثانی خواهد بود، که اینجا یو ای رو باید براش یادداشت کنیم، یو ای در نقطه آ. و اما انرژی جس در نقطه بی چقدر میشه؟ دقت بکنید، میشه چه انرژی هایی داریم؟ یو بی نداریم، گرانشی نداریم، چون باز هم جس وقتی تو وضعیت بی هست باز هم در سطح افقی هست و روی مبدأ پتانسیل، بنابراین ارتفاعی نداره، پس ام جی هاش صفر خواهد بود. بچه ها یو ای داریم تو نقطه بی؟ نداریم. چرا؟ چون از فنر جدا شده، گفته لحظه جدا شدن فنر. وقتی که از فنر جدا میشه، فنر ما یه این جسم ما متصل به فنر نیست که باعث ذخیره انرژی پتانسیل کشتانی بشه یا نه. پس یو ای نداریم اینجا، ولی چون تندی پیدا کرده انرژی چی داریم؟ انرژی جنبشی خواهیم داشت، یعنی کای جسم در نقطه بی. یو ایمون در نقطه آ رو داده 5، کای بی هم جاگذاری میکنیم 1/2 ام وی، دو اممون 100 گرم تقسیم بر 1/1000 وی بی به توان 2، این 2 در این 5 ضرب میشه میشه 10، 10 تقسیم بر 1/10 میشه 100، که جذر بگیریم وی بی ما 10 متر بر ثانیه به دست میاد. بنابراین حواستون باشه این انرژی ها رو که می نویسید دونه دونه برو ببین هر کدوم از این ای ها شامل چه انرژی هایی هست. اینجا یو آمون صفر بود، کای آمون صفر بود، فقط یو ای داشتیم. این در مورد ای بی هم یو بی مون صفر بود، یو ای مون هم صفر بود، فقط کای بی داشتیم. پس به طور کلی هم یادتون باشه انرژی جنبشی ما همون 1/2 ام وی 2 هست، ولی انرژی پتانسیل در صورتی که فنر هم توی مسائلمون داشته باشیم هم انرژی کشتانی خواهیم داشت، انرژی پتانسیل کشتانی خواهیم داشت، هم انرژی پتانسیل گرانشی.